داستان این چیه؟ خب این یه کار قدیمیه که انجام دادم، ولی یه نمایشگاهی که روز دوشنبه هستش با تحویل بدم، این رو داشتم آمادش میکردم. اسمش از پروفت، یعنی پیامبر، یعنی پیغمبر. خب معنیش اینه، از کتاب درست شده و انسانی که روی صندلی نشسته و تبدیل شده به کتاب. این بر اساس تفکر منه که میگم انسان در طول تاریخش زیر سلطه اعتقادهای مختلف بوده و این اعتقادات و هر صورتی که بودن در یک مدت زمان طولانی یا کوتاه بر یه عده‌ای از انسانها سیطره داشتن. بنابراین حالا اگر ما تصور بکنیم انسان، یعنی که نماینده تمام انسانهای روی زمین هستشون طول تاریخ، این تجربه اعتقادی رو کرده و براش جنگیده تا به سلطه رسیده، یعنی انسانی که مملو است از اعتقاد، اعتقادی که اون رو تبدیل میکنه به یک بت، اعتقادی که اون رو تبدیل میکنه به یک بت، و بعد دیگه وقتی که تبدیل شد به بت دیگه خودش نیست، یعنی وجود مادیش نیست، یه بت که تشکیل شده از اعتقادات مختلف. اینا همه اعتقاداتن و این انسان یکی شده بود، یعنی فقط اعتقاد، و براش هم می جنگه، براش می میره. می بینید 10 قرن تسلط داره، قرون وسطا می بینی که در یه منطقه وسیع تسلط داره، می بینی که به شکل مثلا حکومت عثمانی بر یه منطقه خیلی وسیع به مدت طولانی تسلط داره، میبینی که به صورت سوسیالیسم در یه منطقه خیلی وسیع مثل مثلا چین، روسیه، اروپا تسلط داره، میبینی که مثل یک دیکتاتور تسلط داره مثل هیتلر. یعنی همه انسان به طور کلی تجربه کرده تمام اعتقادات را که بهش تسلط پیدا کرده، و تمام این اعتقادات همه تبدیل میشن به بت نهایتش. این همون بسیار عالی.